مسابقه النص و پی اس جی امروز توی ژاپن برگزار شد. توی این مسابقه هم تعدادی سلبریتی حضور داشتن. البته که بازی خودش جذابیت زیادی نداشت، 0-0 تموم شد، به جز یه قیچی از رونالدو، تعداد شوت تو چارچوب دیگه اتفاق خاصی نیفتاد. کارداشیان که جمعه توی آمریکا لباس اینتر میامی تن بچه‌هاش کرد، سه‌شنبه توی ژاپن لباس پی اس جی تن بچه‌هاش کرد. و اینجاست که من میگم که حضور این سلبریتی ها با توجه به اینکه یک بازار بسیار جذاب ورزش خیلی هم رایگانه و باعث میشه افزایش وفاداری. افزایش وفاداری شامل فالو کردن اینستاگرام و خیلی اتفاقات اینچنینی میشه. نیمارم بعد از بازی لباس خودش رو داد به بچه های کارداشیان. سلبریتی دومی که تو بازی اینتر میامی جمعه حضور داشت اسپید بود، یکی از خفن ترین یوتیوبرهای دنیا که اون هم خودش رو به ژاپن رسیده بود. اون خیلی طرفدار رونالدو، همه اینو میدونن. قبل از مسابقه اما رفت نیمار رو دید و باهاش هم رقصید اینجوری. اون حدود 4 ساعت بازی استریم کرد. تا الان که این ویدیو داره ضبط میشه یه چیز حدود 2,400,000 نفر این استریم رو دیدن و حالا خیلی ها میتونن برن حساب کتاب کنن چقدر درآمد داشته فقط از این حضورش توی ژاپن. این بود حواشی بازی النصر و پی اس جی. اگر دوست داشتین حواشی بازی اینتر میامی ببینید اینجا، و اگر دوست داشتین تابو شکنی لباس ورزشی دختران رو بشکنین که خیلی ویدیویی که بهتون پیشنهاد میدم اینجا ببینید. مخلصم.